یکی از اون مواردی که خیلی از عزیزان در موردش زج میکشند و اذیتشون میکنه اون اسید ریفلاکس هست و حالتیه که به شخص در دهانش و یا در مری احساس ترشی و یا احساس سوزش میکنه و خیلی هم واقعا یک موضوع دردناک و ناراحت کننده هستش وقتی که معمولا به پزشک رجوع میکنن اشخاص اکثر مواقع به اینجور اشخاص زده اسید میدن و یا انتسید میدن بنابر تجربه که من دارم متوجه شدم که در اکثر این مواقع شاید تقریبا همه این مواقع که به این اشخاص گفته میشه که شما اسید معدهتون زیاده و به اینها انتسید میدن معمولا اسید معدهشون کم هستش متها خب چون اسید معده میزنه به مری و اگر این ادامه پیدا بکنه میتونه شخص رو دچار مشکلات خیلی بیشتر بکنه به اینها انتستید میدن که جلوگیری بکنه از اون بیماری های حادتری که نسبت میتونه دچار مری بشه حالا این قدم جلوگیری میکنه از اینکه شخص مبتلا بشه به یک بیماری های وخیمتری از طریق مری ولی درست مثل که شخص از چاله در اومده و میفته توی چاه چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که اسید معده شخص کم باشه و تلقی بشه به این که و یا گمان بشه که شخص اسید مدهش زیاده و به اینها انتسید بدن شخص دچار مشکلات بیشتری میتونه بشه وقتی ما غذا رو میخوریم و اسید معدهمون کم باشه این غذا به درستی هضم نمیشه چون به هر حال محیط مده بعد اسیدی باشه وقتی غذا به درستی هضم نشه میمونه توی معده نمیره پایین و یه حالت پیتریفیکیشن و یا به عبارتی تخمیر بهش دست میده و شروع میکنه به باد کردن و گاز, کرد، گاز, ایجاد کردن این گاز که به هر حال یه حالت ترشی داره چون در محیط مده هست حتی اگه اسید مده خیلی کم باشه باز اون حالت ترشی رو داره و وقتی زیاد ادامه پیدا بکنه با فشار میزنه بالا و این دریچه این سپینکلری که مری رو به مده وصل میکنه اون شل میشه و وقتی این ادامه پیدا بکنه این دریچه شل, بیشتر و بیشتر شل میشه و اون موقع که میزنه بالا اون گاز و حتی بعضی موقع یه مقداری از غذا و این شخص در, در گلو و در مری خودش احساس سوزش و ترشی میکنه ببینین کم بودن اسید مده میتونه باعث این ناراحتی بشه ولی متاسفانه همیشه امر بر این تلقی میشه که شما اسید مدتون زیاد هستش در اکثر مواقع شاید بالای 99 درصد مواقع وقتی که ما اینها رو تحت نظر میگیریم و به اینها اسید مده میدیم میبینیم که کاملا مشکلاتشون حل میشه درست مثل اینکه آتیش رو با آتیش بخوایم بجنگیم خ... یا خاموش کنین آتیش رو با آتیش و خیلی خیلی سعی کنین که تا اونجایی که امکان داره از چیزایی که باعث تحریک میوه میشه دوری کنین مثل مثلا کفئین، مثل الکل مثل غذاهای خیلی شیرین و قندها و غیره مثل غذاهای سرخ کردنی اگر میبینی که گوجه فرنگی و یا بعضی از مرکبات هم اذیتتون میکنه سعی کنید از اونها هم دوری کنید و برای یک مدتی حتی اگر لازم باشه از میوه‌جات و سبزیجاتی که خام هستن استفاده نکنید تا اینکه این مده شما چون خیلی از موارد در خیلی از موارد این مده التهاب پیدا میکنه و بهش میگن گاستریتیس و این التهاب بخوابه ولی در اکثر مواقع وقتی ما به این اشخاص اسید مده میدیم میبینیم که اکثر مشکلاتشون حل میشه در همین مورد با یک متخصص حتما مشاوره کنیم